شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام. از کتاب آرزو بابی دگر نکشودم، همچو آه بیدلان سطری بخون آلودم. موج را قرب محیط از فهم معنی دور داشت، قدردان خود نیم از بس که با خود بودم. بی دماغ نشأه اظهارم اما بستند، یک جهان تمثال بر آینه ننمودم. گر چراغ فطرت من پرتوارایی کند، می شود روشن سواد آفتاب از دودم. دادم از دست دامان گلی که از حسرتش رنگ گردیده است هرگه دست بر هم سودم. در عدم هم شغل مشت خاک من آوارگی است، تا کجا منزل کند گرد هوا فرسودم. بر چه امید است یا رب این قدر جان کندنم، من که خجلت مستر از کار نافرمودم. نی به دنیا نسبتی دارم نه با عقبا رهی، ناامیدی در بغل چون کوشش بیهودم. اینقدر یارب پر طاووس بالینم که کرد، بستم صد چشم اما یک مژه نغنودم. دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس اوست، خاک بر سر کرده باشم گر بخیش افزودم. بیدل از خاکستر من شعله جولانی مخواه، اخگری در دامن فرسودگی آسودم. بله تشکر. اخگری در دامن فرسودگی آسودم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان، تشکر به خاطر خواندن این غزل و میریم کم کم شروع بکنیم شرح یا در واقع قدم به قدم این غزل رو. از کتاب آرزو بابی دگر نکشودم، همچو آه بیدلان سطری به خون آلودم. جالبه که بیدل در چندین مورد در شعر خودش کلمه بیدلان رو به کار میبره و یک نوع ظرافت و یک شگردی هست در واقع که فرد هم خودش بیدل هست و هم این که بیدل رو به معنی عاشق به کار میبره و جمع میبنده. بیدلان چند خیال گل و شمشاد کنید، خون شوید آن همه که از خود چمن ایجاد کنید. و این خیلی قشنگ میکنه کار رو. به نظرم یکی از چیزای ویژگی هایی که اتفاقا در شعر بیدل خیلی قشنگ میفته به خاطر اینکه تخلص خود شاعر هم بیدل هست. و سطر به خون آلوده، سطری که سرشار هست، یعنی به خون آلوده شده از شدت اندوه، از شدت غم و از شدت افسردگی و بیچارگی و مصیبت، که آه رو به سطر تشبیه میکنه. و آه رو به سطر یا ناله رو به سطر تشبیه کردن در شعر بیدل گاهی اتفاق میفته. میگه هیچ باب دیگه ای از کتاب آرزو برای ما باز نشد. ما عین یک آهی که از سینه یک آدم بیدل برخواسته باشه فقط به خون آلوده هستم. و سطر هم که خب طبیعتاً با کتاب ارتباط داره، چون کتاب پر است از سطرها، انگار این کتاب تنها سطری که داره سطر آه هست و آه هم آه بیدلان. بیت دوم: موج را قرب محیط از فهم معنی دور داشت. محیط در شعر بیدل غالباً به معنی دریا هست.
و میگه که قرب محیط از فهم معنی موج رو دور داشت. چرا؟ چون موج همش روی دریا حرکت میکنه، به عمق دریا نمیره و اون معانی در عمق هستن معمولا. و این میگه که از بس که ما در با خود بودم و همراه با این دریا بودم، به نوعی انگار نتونستم به عمق سفر بکنم و از خودم چیزی بفهمم. از بس که با خودم بودم، انگار مثل موج که همواره با دریا هست، میگه ما همیشه با خودم بودم و نتونستم به عمق سفر بکنم. موج را قرب محیط از فهم معنی دور داشت. اتفاقا خیلی تعبیر قشنگی هم هست از این جهت که خیلی وقتا آدم از بس که با خودش هست قدر خودش رو نمیدونه. وقتی که از خودش غافل بشه، از خودش به دیگران نگاه بکنه، او قدر خودش رو میدونه. و این معانی گاهی اجتماعی هم میتونه پیدا بکنه. و جامعه ای که همیشه در خودش هست قدر خودش رو نمیدونه، یا نمیتونه خودش رو ارزیابی بکنه، قدردانی بکنه یا نقد بکنه. موج را قرب محیط از فهم معنی دور داشت، قدردان خود نیم از بس که با خود بودم. بی دماغ نشأه اظهارم، اما بستند یک جهان تمثال بر آینه ننمودم. در مورد کلمه نشأه اینجا عرض بکنم که بسیاری مواقع بیدل کلمه نشأه رو به معنی این که تقویت کننده یک معنا باشه به کار میبره. مثلا میگه نشأه حیات، یعنی خود حیات، نشأه آرزو، نشأه شادمانی، مثلا امثال اینا. و این به نوعی میشه گفت تقویت کننده معنی اون کلمه ای هست که همراه با نشأه میاد. نظیر این که در بسیاری مواقع کلمه ساز یا کلمه تلسم یا کلمه نیرنگ و امثال اینا رو به همین شکل به کار میبره برای تقویت بار معنایی کلمه. نشأه اظهار ندارم، میگه حالا حوصله و دل و دماغ این که خود نمایی بکنم و خودم رو نشان بدم یا احیانا تمثالی در آینه ما بیفته ندارم. منتها در این حال یک جهان تمثال داره در آینه ما خود نمایی میکنه. یعنی انگار کسی هست که چندان دل و دماغ نگاه کردن در این دنیا، تفرج در این دنیا، سیر کردن و سر و کار داشتن با پدیدار نداره. میخواد با خودش باشه، همراه با تأملات خودش باشه. ولی در این حال میبینه که یک جهان تمثال بر آینه انداختن و انتظار داره که اونا رو ببینه. به نوعی انگار شاعر از این رنگارنگی جهان پیرامون خودش که تمثال‌های زیادی است که در آینه او افتاده اظهار شکایت داره. بی‌دماغ نشه اظهارم، اما بستند یک جهان تمثال بر آینه ننمودم. عرض کردم که از غزل‌های مدرن بیدل است و از اون تکنیک‌های خاص بیدل در این غزل بسیار دیده میشه. یکی از اینا همین متناقض نمایی است که در اینجا هست و در بعضی بیت‌های دیگر هم دیده میشه. میگه تمثال بر آینه ما بستن، خب یک چیز معمولی تری میشه اگه بگه که در برابر آینه ما هزار تا تمثال گذاشتن. ولی میگه در برابر آینه ننموده، آینه‌ای که نشان داده نشده، آینه‌ای که اصلا نیست، در برابر آینه‌ای که وجود نداره و ما اون ارائه نکردم کلی تمثال جمع شده. اگه ارائه میکردم چی میشد؟ بی دماغ نشه اظهارم، اما بستند یک جهان تمثال بر آینه ننمودم. و در این حال میگه که ما یک فطرت بسیار نیرومندی دارم. فطرت در شعر بیدل یکی از کلماتی است که یک دایره معنایی بسیار گسترده ای داره. ما یک بار آمدم و در تمام غزلیات بیدل کلمه فطرت رو جستجو کردم که ببینیم فطرت دقیقا چه معانی میده. اینقدر معانی متعددی داشت، مثلا به معنی باطن چیزی هست، به معنی روح هست، به معنی خود کمالات معنایی انسان هست، به معنی ذات یک چیزی هست، به معنی خود خداوند هست. و هر جا میبینی این فطرت یک کار میکنه. فطرت هم ریخ برون شور وجوب و امکان. اینجا از زبان خداوند صحبت میکنه، بگه این وجوب و امکان از فطرت من ریخت. خب اینجا فطرت چی میتونه باشه؟ این انگار ذات خداوند. و این دو تمثال در آینه من بود مقیم. تمثال چی؟ وجوب و امکان. یا در جای دیگه زی چمنساز صبح فطرت. صبح فطرت در اینجا چی است؟ صبح پیدایش است. فطرت در اینجا اون میتونیم بگیم تجلی اولیه حیات و خلقت رو در اینجا میگه.
در واقع همون خصوصیاتی هست که در آغاز داریم دیگه، خصوصیات اکتسابی ما نیست بلکه خصوصیات فطری ما هست. بنابراین این فطرت به نوعی در نهاد و باطن و پیدایش ما در ما درد شده. بنابراین فطرت رو در بعضی مواقع به صورت نخستین نشانه های خلقت هم میشه بیان کرد. زهی چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مرجویت، زبوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. حالا در اینجام گر چراغ فطرت من، به نوعی میتونیم بگیم که این باطن من، قلب من، اون قسمت باطن انسان که بسیار عظیم و وسیع هست و حتی خورشید از اون نور میگیره، میگه اگه پرتو اگه اون چراغ نشان بده، آفتاب از این دوده ما روشن خواهد شد. چون چراغ ها معمولا دوده داره دیگه، دوده داشت، دودی که از چراغ بلند میشده روی سطح مینشسته دوده میشده. میگه این دوده ما اینقدر روشنه که صد تا آفتاب رو روشن میکنه. اینقدر این فطرت ما عظیم هست، اینقدر یک صد تا آفتاب انگار داری گنجیده. گر چراغ فطرت من پرتوارایی کند، می شود روشن سواد آفتاب از دودم. سواد به معنی سیاهی. میگه این آفتاب در واقع سیاه است انگار بدون ما، و با دوده ما است که صد تا سواد آفتاب روشن میشه. پرتوارایی هم چه تعبیر قشنگی است، و با آرایش یا آرایی بیدل ترکیبات بسیاری داره. گر چراغ فطرت من پرتوارایی کند، می شود روشن سواد آفتاب از دودم. و حالا می آید یک مقداری وارد فضاهای عاشقانه. یک خاصیت جالبی در شعر بیدل که در جلسات دیگر هم بنده به اون اشاره کردم همینه که معمولا غزل رو در یک فاز، در یک فضا نگاه نمی داره، میره وارد ساحات مختلف میشه. یک شعر چند ساحتی داره. در اول آمده از اندوه و غصه گفته، بعد از او آمده وارد باطن انسان و او عظمتی که در او باطنش هست گفته، از او صحبت کرده، بعد از او یک میای باز یک بیت عاشقانه، یک تک مضراب عاشقانه میزنه و تنوع میده به فضا. دادم از دست دامان گلی که از حسرتش رنگ گردیده است، هرگه دست بر هم سودم. دست ساییدن به هم از روی تأسف بسیار اتفاق میفته. کسی که بسیار متأسف میشه دست به هم میساید از شدت اون حالت عصبی که داره. و این دست به هم سودن که نشانه تأسف باشه در شعر بیدل بسیار آمده. میگه اینقدر ما از حسرت اون گلی که از دست دادم اظهار تأسف کردم، متأسف شدم، که وقتی که دستم به هم میسایم رنگم میگرده، رنگ گردیده است، یعنی دچار تغییر احوال میشم، دچار تغییر اوضاع میشم. چون تغییر رنگ یعنی بی خود شدن از خود. دادم از دست دامان گلی که از حسرتش رنگ گردیده است، هرگه دست بر هم سودم. در عدم هم شغل مشت خاک من آوارگی است، از خاک تربتم نفسی میزند غبار. بیدل هنوز زنده عشقم نمردم، که بسیار بیت زیبایی است. در اونجا البته از یک وقت، از یک منظر دیگه نگاه میکنه، میگه این غباری که از خاک تربت ما بلند میشه همیشه در جولان هست، همیشه در حرکت است، و این نشان میده که من هنوز زنده ام. حالا در اینجا به یک شکل دیگری میگه ما در عدم هم همچنان آواره ام، چون خاکی هم که از روی مزار ما بلند بشه با همراه با باد به هر طرف سیر میکنه و آوارگی خواهد کشید. در عدم هم شغل مشت خاک من آوارگی است، تا کجا منزل کند گرد هوا فرسودم. یک حالت لحن سوالی که میده خیلی در تأثیر عاطفی کلام مؤثره. و هوا فرسوده یکی از اون ترکیبایی است که با فرسوده میسازه بیدل. نفس فرسود، قفس فرسود، هوا فرسود و بسیاری از کلمات دیگری که با فرسود همراه میشن و ترکیب میسازن. این هم باز از جنبه ها و جلوه های دیگر ترکیب سازی شعر بیدل است. بیت بعدی،
بر چه امید است یارب این قدر جان کندنم؟ من که خجلت مستر از کار نافرمودم، یا من که خجلت مستر از کار نافرمودم، هر دو صورتش قابل تصور هست و این دو قرائت میتونه داشته باشه. حالا باید دید که کدوم یکی از اینا مورد نظر شاعر بوده. و بنده تصورم بر این هست که کار نافرموده طبیعی تر هست. کار نافرموده از جهت این که فرد رو انگار کسی تصور میکنه کاری به او سفارش نشده، منتها خودش آمده و زحمت میکشه، و کسی که کاری بهش نگفتن، کسی که کاری به او سفارش نشده ولی در این آره جان میکنه. خب بابا تو چی مجبوری وقتی که تو چیزی نخواستن این مرتب جان کنی میکنی؟ حالا اگر این رو کار نافرموده بخوانیم هم میشه، یعنی ما خودم یک کاری هستم که سفارش نشده، یعنی به نوعی به کار شخصیت میده و خودش رو کار تلقی میکنه. به نظرم یک مقداری برداشت مدرنتری هم از موضوع میشه و یک مقداری از لحاظ طبیعت زبان هم طبیعی تر میشه کار نافرموده، چون کار نافرموده هم از لحاظ آوایی سنگین هست و همین که کار نافرموده باز به معنی این میتونه باشه که کسی که کار به دیگران نفرموده سفارش نکرده، کسی که دیگران کار بهش سفارش نکرده باشن نمیشه گفت کار نافرموده. به هر حال به نظر بنده کار نافرموده هست. و اشاره که فرمودن که اینجا هوا فرسوده به معنی چی است؟ یعنی هوا در هوا فرسوده شده، از بس دچار هوا شده در هوا راه رفته. فرسوده شدن با چیزی یعنی انگار سر و کار داشتن زیاد با اون چیز. در شعر بیدلم چنانی که عرض کردم زیاد متاسفانه الان در حافظم نیامد، قفس فرسوده و امثال اینا. در اون غزل شب از رویت سخنهای بهار اندوده میگفتم در یکی از بیتاش فرسوده داره، یک چی فرسوده، من تا الان به خاطرم نیست. و بیت بعد، نی به دنیا نسبتی دارم نبا اقبا رهی، نامیدی در بغل چون کوشش بیهودم. به نظرم میرسه که این کوشش بیهوده ما را یک مقداری تقویت میکنه، ذهن ما را به سمت کار نافرموده، چون در بیت قبل هم همچنین ساختاری است. در این بیت هم اینجا که دیگه مشخصا کوشش بیهوده است، یعنی ما مثل خود اون کوشش هستم، به کوشش شخصیت بخشیده، نمیگه که ما کوشش بیهوده ای میکنم. ببینید یک کاری که بیدل میکنه اینه که خیلی واقعی و به اون پدیده ای که با او سر و کار داره به او شخصیت میبخشه و بسیار مدرن میکنه کار رو در این حالت. نمیگه ما بیهوده کوشش میکنم، میگه ما خودم کوشش بیهوده هستم. او جایی که در اون غزل طلایی در مطلعش میگه نه با صحرا نظر دارم نه در گلزار میگردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. نمیگه ما فرصت ندارم، نمیگه ما فرصتم اندک هست، میگه ما بهاری هستم که به اندازه یک رنگ فقط فرصت داره، یعنی ما بهار کم فرصت هستم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. در اینجا هم تقریبا چنین مکانیزمی داره، ما مثل خود اون کوشش بیهوده ناامیدی در بغل کردم. خودش رو تشبیه میکنه به کوشش بیهوده، نمیگه ما کوشش بیهوده انجام میدم، میگه ما خودم اصلا کوشش بیهوده هستم یا مثل کوشش بیهوده هستم. و در این حالت دیگر آدم چه به فکر امیدی به دنیا داشته باشه یا چه امیدی به آخرت داشته باشه. نه دنیا عبرت آموزم نه عقبا حسرت اندوزم، به هیچ آتش نمی سوزم سپند مجمر عشقم. در اون غزلی که میگه که به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم، که گردانید یارب این قدر گرده سر عشقم. نه دنیا عبرت آموزم نه عقبا حسرت اندوزم، به هیچ آتش نمی سوزم سپند مجمر عشقم. نه دنیا کاری دارم نه عقبا. منتها در اونجا از منظر عاشقی میگه، میگه من فقط به فکر عشق هستم و کاری به دنیا و عقبا ندارم. در اینجا باز به یک شکل دیگه ای میگه که من اصلا دنیا و عقبا امیدی ندارم، از بس که ناامید هستم به خاطر اینکه کوشش بیهوده‌ای دارم انجام میدم.
یا مثل کوشش بیهوده ناامید هستم. چون کوشش انجام بدی بعد فایده نداشته باشه، خب ناامید میشی. نه به دنیا نسبتی دارم نه با عقبا رهی، ناامیدی در بغل چون کوشش بیهودم. این قدر یارب پر طاووس بالینم که کرد، بستم صد چشم اما یک مژه نغنودم. اینجا چشم بستن میبینیم که یک ایهامی داره، یا خیلی قشنگ کار کرده. اینجا یکی از اون بیتایی هست که انواع این شبکه های تدایی در این هست. پرهای طاووس انتهای او شبیه چشم، یک لکه‌ای داره که میشه اون را به چشم تشبیه کرد، و حتی فکر میکنم که به اون چشم طاووس هم میگن، یا به چشم پر طاووس هم به اون چشم، به اون لکه میگن. حالا در این حال خب روی بالین ها هم نقش و نگار طاووس و اینا غالبا نقش میکردن. این اتفاق میافتاده که گلدوزی هایی که میکردن معمولا شکل پرنده یا اینا زیاد داشته، و بعد در هندوستان طبیعتا احتمالا بیشتر، و روی بالین خواب نقش طاووس میتونه تصور بشه. یا به یک شکل دیگر پرهایی که داخل بالین هست پر طاووس تصور بشه. یعنی ما داخل بالین ما معمولا بالشتا خیلی وقتا پر داره دیگه، بالش پر هست. حالا این پر میتونه پر طاووس باشه، و این پر طاووس سرشار از چشم، یعنی کل چشم در اینجا بسته شده، یعنی جمع شده. بستن در اینجا یعنی مهار کردن، جمع کردن، فراهم کردن، مثل مضمون بستن که به کار میبردن که یک مضمونی رو بیان بکنی. حالا میگه که ما با وجود این که مثل بالینی که سرشار هست از چشمهای بسته شده، صد تا چشم بستم ولی هنوز نخوابیدم. این دوچار یک وضعیتی که چشمم بسته ولی نخوابیده، انگار چشمم بستم ولی نخوابیدم. بسته هم صد چشم اینجا دو معنی داره، یکی این که چشمهایی که بسته شده روی این پر این بالین، و یکی چشم بستن برای خواب. پر طاووس تا کی بالش غفلت به گل گیرد، خیال آلوده ای خوابت نمی آید به کار امشب. یک جای دیگه هم دقیقا میبینید بالش غفلت و پر طاووس، معلوم میشه اینا یک ارتباط محکمی با هم دارن. حالا چی بالش داخلش پر داشته باشه، چی نقش و نگار طاووس روی اون بالش دوخته شده باشه. بله چشم پوشی جالبه که در مورد چشم پوشی هم بدل داره. یک جایی چشم پوشیدن رو به دو معنی میاره، یکی چشم پوشیدن چشم به معنی این که چشم پوشی کردن از یک چیزی، صرف نظر کردن از یک چیزی، در این حال باز با پوشیدن هم ارتباط میده. در این دریا که اوریانیست یک سرساز امواجش، حباب ما به پیراهن رسید از چشم پوشیدن. اینم در ارتباط با این چشم پوشی که خانم شهابی نوشتن. در این دریا که اوریانی، دریایی که همه ساز امواج و اوریانی است، حباب ما به پیراهن رسید از چشم پوشیدن. دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس او، دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس اوست. خاک بر سر کرده باشم گر به خیش افزودم. خب بعدم بعضی وقتا میگم این چیزی که هستم رو بیافزایم به او، به موجودیت خودم، به شخصیت خودم، به آنچه که مراتب وجود ما و شخصیت ما هست یک چیزی بیافزایم، و بعد کلی هم به این خوشحال میشم که بله ما آمدم زیاد شدم، بهتر شدم، وسیع‌تر و بزرگتر شدم. منتها خب مسئله میگه که تو اصلا خاکی خودت، تو هم اگه چیزی به خودت بیافزایی از جنس خودت چیزی به خود افزودی، خاک به سرت کردی، کار چندانی هم نکردی. میگه تو اینقدر به انسان میگه یا به خود میگه، میگه من اینقدر حقیر هستم، اینقدر خاک، مثل یک خاک بیارزش هستم، که اگر چیزی هم روم افزوده بشه، یعنی از خودم چیزی بیافزایم و بیشتر بشم، بازم خاک به سر کردم، کار دیگه ای، اتفاق دیگه ای نیفتاده، چیز دیگه ای نشده.
یک جای دیگه هم داره میگه سایه را بر خاک ره پیدا ترجیح عروج. الان دارم فکر میکنم که اون بیت رو به خاطر بیارم. سایه را بر خاک ره پیدا ترجیح عروج، مصرع دومش الان به خاطرم نیامد. میگه من اینقدر از خاک بلندترم، اندازه یک سایه که روی خاک میفته. مصرع دومش الان به خاطرم نمیاد، ولی همین لحظه در ذهنم بود. یک مقدار ذهن خسته است و متشتت میشه بعضی مواقع، اینطوری میشه. دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس اوست. میگه خیلی از چیزها رو میخوان ارزشش رو بدانن، میبینن که چه مقدار زیاد شده اون پدیده. مثلا یک طلایی هست چقدر زیاد شده، یک پولی هست چقدر زیاد شده. میگه حالا ما زیاد شدنم چیه؟ اضافه شدن خاکه. بله دوست عزیزمون از رباعیاتش نوشتن ای جسم غبار خیز خاکت بر سر. بله دقیقا همین معنی است. فکر میکنم در مصرعهای دیگه هم به نوعی همین معنی تداوم پیدا کرده و بیان شده. دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس اوست، خاک بر سر کرده باشم گر به خیش افزودم. و بیت آخر، بیدل از خاکستر من شعل جولانی مخوا. میگه که از خاکستر دیگه تو انتظار شعله نداشته باشی. این غزل کلن از اول تا اینجا غزل تقریبا ناامیدواری بود. در یکی دو بیت فقط یک مقداری آمد و از اون باطن و نهان بسیار ارجمند انسان گفت. از او جایی که گفت که گرچراغ فطرت من پرتوارایی کند می شود روشن سواد آفتاب دودم. یکی دو جا اینطوری گفت، ولی در کل این غزل از اون غزلهایی است که از وجود حقیر انسان و تلاش او برای خودنمایی و خیلی خودش رو بزرگ بزرگ کردن صحبت میکنه. بر خودت بیافزایی هم چی؟ خاک بر خود افزودی. حالا در بیت آخرم میگه که ما خاکستریم و انتظار نداشته باش مثل شعله جولان بدیم. شعله جولانی باز یک ترکیب بسیار زیبایی است. شعله جولانی از ما نخوا. اخگری در دامن فرسودگی آسودم. یعنی آتشی، گلوله آتشی. اخگر یعنی همون آتشی که زغالایی که سرخ هستن و آتش هستن اون رو میگن اخگر. و این کم کم دیگه روی او خاکستر میگیره. میگه که ما عملا دیگه به خاکستر مینشینم و خیلی انتظار جولان دادن از ما نداشته باش. خب تشکر از همه دوستان. جلسه رو ختم بکنیم و انشاءالله شب بعدی با غزلی دیگر در خدمت شما باشیم. خدا حافظ همگی.